همزمان با افزایش اعتراضها به مرگ محسا امینی و کندی اینترنت در کشور ایلان ماسک مدیرعامل تسلا در توییترش در جواب سوالی درباره امکان ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای ستارلینک به مردم ایران نوشته این شرکت درخواست معافیت از های مرتبط با ایران و در این زمینه خواهد داد این اولین باری نیست که در فضای مجازی از ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای ستارلینک به ایرانیان صحبت میشه خصوصا وقتی که جمهوری اسلامی نکبت برای سرکوب اعتراض ها و جلوگیری از هماهنگی برای تجمع ها دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت رو محدود میکنه جالب اینجاست چند وقت پیش خبرگزاری فارس خبرگزاری زوب شده در ولایت بدون اینکه بخواد پرده از راز سپاه جنایتکار برداشت و در گزارشی از ایجاد اختلال در اینترنت در روزهای اخیر توسط سپاهیان ایران خبر داد در پی وقوع اختلال گسترده در اینترنت ایران در روزهای اخیر، قلام رضا نوری قزلچه، نماینده مفخور بستان آباد و رئیس مزدور فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، نقش دولت منحوس ابراهیم رئیسی را در ایجاد این اختلالات تایید کرد و گفت دولت برای کندی و ایجاد اختلال در اینترنت با نهادهای دیگه همکاری میکنه. مهر ماه سال گذشتهام ابراهیم رئیسی جلاد رئیس جمهور منفور ایران تکمیل و راه اندازی اینترنت ملی رو ضروری دونست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دستور داد تکمیل این پروژه رو با جدیت پیگیری کنند. با ادامه اعتراضها و اعمال خشونت پلیس و نیروهای مزدور امنیتی نگرانی ها از راه اندازی اینترنت ملی جدی تر شده و ضرورت ارائه خدمات اینترنت ماهواره استارلینک به مردم ایران بیش از پیش قوت گرفته. در پی نبرد روسیه با اوکراین با ارائه خدمات اینترنت ماهواره استارلینک به اوکراینی ها گمان زنی ها درباره اقدامی مشابه برای ایرانی ها هم شدت گرفته.